سه علم هست در فیزیک که اون چه ملموس و ناملموس هست بیان کرده. یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن. البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود. این قانون قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط است و نمیدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اون چه متحرک هست و با انجینی کار میکند، حالا هرچه، تا بخش هایی از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست. از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده، این رو میشود با اطمینان خاطر گفت. این مرد عالم اول تاریخ انسان هست، که البته میگوید من بر شانه قوله ها ایستادم و درست گفته. یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم چون بر شانه دو قول ایستادم، که یکیش کپلر باشد یکیش گالیله. عرضم کردم خدمتتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی میشویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها، و ریزتر از اتم ها، ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه. اونجا ما نمیتوانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن، که سه قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک مکسول که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسیته و مغناطیس هست، تئوری‌هاش ایشون رو آوردن، گفت یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها رو حساب کنه، گفت قوانین نیوتن که کار نمی‌کنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم‌ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. دو علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم بایستی صحبت کرد. عرض شد که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب ها در آمده است اینها، که این اینشتین چیز از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته، و این بزرگترین، این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت ها بماند کتاب ها است، که حتی این فرمول ای مساویس با ام سی اسکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیا مطلع کرده. دو پرتو ای مساویس با ام سی اسکوئر از اوست، و این آقا همه تحقیقات، عرض کنم که پوانکاره و لورنس، که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو ریخته بود اینها، آلبرت اینشتین همه اینا رو جمع کرده. ریاضیات بخش نخستین تئوریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست، و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده، آقای اینشتین، اینشتین از او گرفته و گفته خودم کرد. از اینجور داستان ها و صحبت ها بسیار هست. اما اون چه نسبیت خوانده می شود که شامل دو قسمت هست، که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده. حالا در باب این جزئیات این داستان ها هم خدمتتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن، و پوانکاره نظراتش چگونه بود، و لورنس که اینشتین به او مثل پدر نگاه می کرد. لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم. باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که جنرال تئوری اف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری اف ریلیتیویتی، بخش جنرالش دوم بود اولش اسپیشال بود، اینها آمد و به ما نگاه دیگری به جهان داد، که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همیشه ثابت هست، ایشان آمد گفت نه، همسان چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه. و هر شب قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت است و به ابزرور مربوط نیست، اینو در خدمت اشاره کردم.
و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه. اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایت هایی که هستن اگر این موارد انشتن مورد نظر نگرفته باشه یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما چنان تئوری نسبیت ندارد. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر کار داریم یا با نیوتن. کوانتوم، نیوتن و بعد خود کوانتوم هست. کوانتوم تئوری در همین عرض شود که اوج شهرت اینشتین یا آقای پیدا شد به نام مکس پلانک. مکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت. کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای مکس پلانک که یکی از بزرگان فیزیک، پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید، اما گفت چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد. اینا خیلی مشکلات رو حل کرد و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای مکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن. سه علم به وجود آمد، یعنی جهان امروز رو سه علم اداره می کند. یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی اون چی ما میبینیم از این عرض کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است. به اینها از نظر فلسفی میگفتن استراکچریست، یعنی یک استراکچری هست که این عرض کنم که تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست بلکه در بطون یک چیز بیشتر نیست. مبتنی بر همین اندیشه اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشه، جهان باید یک قانون بیشتر داشته باشه، یک قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت و عرض کنم که گو این که خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتو الکتریک افکت. شما میدونید به اینشتین که نوبل دادن مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا و در اون دانشنامه یا اون دیپلمی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات دراز مدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم. بیشتر فوتوالکتریک افکت رو در نظر داشتن نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشید که ثابت کنه اینها اشتباه است، یعنی کوانتوم اشتباه است. آخرش هم نتونست ثابت بکنه که اشتباه. هر روز یک ایراد عجیب میگیره به جواب میداد. پالی و عرض شود که هایزنبرگ و اینا چند دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترک های جوان، یادتون هست که انگلیس ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحا عرض شوخی میگفتن یانگ ترکس. اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد میره یه چیز دیگه اختراع میکرد، تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد میومد و میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اونا جواب میدادن باز میرفت و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطی است اما کوانتوم چیز درستی است و عمر این بابا تلف شد. مرد به این بزرگی در تمام دوره بعد از 22 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر، فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که من رد کردم یهوش ریاضی نوشته بود که ثابت کنه غلط هست. باری بگذاریم بگریم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن عرض شد که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هم هستن. اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 هم و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بیمعنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل ان تفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داشتم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان میاری میخون، میگفت بله این خدا نمیدونم گل سیاه آوردم چی کرد آدم درست کرد، زنرم از نمیدونم دنده چپش آورد اینا، بعدم اینا گفت مار نمیدونم چی تو باغ بهش رهاشون کرد مار اینا رو فرید. از این مهملات واقعا سخنان به در اتاق خواب بچه‌هام دیگه نمیخوره،
علم این بود. یعنی در کشوری وارد می‌شدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا عرض کنم که توحید اونجا نبود، که این توحید که آمد عرض کنم در معرفت هم بسته شد. توحید، توحید که آمد باری قرن 16 هم قرن 17 هم به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغ‌های شاخدار بوده. به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد، چند چیز رو به اثبات رساند. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونانی و لاتین و عربی و اینجور چیزها. سه قانون نوشت. قانون اول، اگر جسمی ثابت باشد همواره ثابت، اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود و حرکت او سرعت ثابت و مستقیم الخط هست. یعنی اگر ما یک جسم رو با این سرعت رها کنیم، هر چه سرعت اولی هست تا ابد این حرکت میکنه، مستقیم میره جلو، مگر اینکه یک نیروی دیگری تداخل کنه، از کنار یک جرمی رد بشه، اون جرم این رو به طرف خودش بکشه. اما تا زمانی که یک فورس خارجی، نیرو خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، جرم و شتاب، تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هست. ولاسیتی دارای جهت است و وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به اون سو بگردیم، این وکتورا رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده ای، این به حرکت در میاره، هر چی ما فورس رو دوباره کنیم اکسلریشن یا شتاب دو برابر میشه، اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستن. مقدار ماده ای است که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورس، یک نوع نیروست. دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه یعنی همین، و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله. و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است، متشابه و مختلف العلامه. یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر بپریم، قایق از اون طرف بپریم. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت، این داستان سیب که گفت این از درخت میفتد پایین، چگونه است که کره ماه نمیفتد پایین؟ چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله، پس این کره ماه که بعد زمین خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیمی است، این کره زمین و ماه، اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ماه باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه باعثی نمیخورد به زمین، یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خب ما اگر برویم بر سر یک کوهی، یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته، 4000 متر در ثانیه. محاسبه کردید اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم چیزی رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم ها سر کوه، 4.9 متر هست. یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم، در این یک ثانیه که این 4.9 سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده،
بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هست، هیچ‌وقت به زمین نمیرسه، به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست. اگه سرعتش کم بود بخورد به زمین. بهش میگن نیوتن کانون بال. خواهش میکنم بارتون جان نشون بدین این رو، خواهش میکنم. بله بله، ببینید این توپخانه نیوتن هست، شلیک کرده، اول میخوره به زمین، بعد شلیک کرده دوباره، که البته توضیح ریاضی هم داره. اول دفعه سرعتش خیلی زیاد بوده، ببینید رفته در کهکشان ها، ببینید. بله بله، اگر ما بیش از 8000 کیلومتر پر سکند این رو شلیک بکنیم، پرتاب میشه بیرون، میره از جاذبه زمین میره. اما سرعت اگه درست باشه شروع میکنه دور کره زمین چرخیدن، کمتر از 8000 متر پر سکند باشه، عرض کنم که به زمین برخورد میکنه. این پرنسیپ رو اسحاق نیوتن بیشتر از 300 سال پیش، همون زمانی که خیلی ممنون بارتان جان، همون زمانی که نیوتن این کارها رو میکرد و این جهان رو کشف میکرد، در این مدرسه اصفهان، این باقر مجلسی و داردسته، میگفتن وقتی نوره رو میخوایم بمالیم، نوره رو باید بیاریم دم دماغمون بگیم 3-4 تا نفس عمیق و فلان دعای منصوب به امام جعفر صادق را بخونیم. و مدت ها بحث بود که البته که کشمش البته در پلو حلال است و حرام است، مثلا از این هم. یا نعلین زر قوه باه را زیاد میکند یا نمیکند، که البته علما گفتند میکند. اگر میخوای قوه باه زیاد بشود نعلین زر بپوشید، که نعلین زر پوشیدن از سنن مرسلین هست، از جور مهملات میکن. مملکتی که قرنها پیش از نیوتن و کشفیات بزرگ او و دانشمندان اروپایی، آدم های بزرگی مثل رازی و ابن سینا و خوارزمی و بیرونی، اینا کارهای خیلی خیلی مهمی کرده بودن. ما حرکت وارونه کرده بود، حرکت وارونه 300 سال پیش از اینکه موشک به دست بیاد و عرض کنم که جنگ دومی بشود و این اختراعات به وجود بیاد و تکمیل بشود و اینا بتوانن در مدارهای مختلف این اجرام رو بگذارن، نیوتن چنین اندیشید که ما یک توپخانه داشته باشیم که ببریم. عرض کنم که میدونیم ما هرچی میرویم بالاتر هوا رقیق‌تر میشه. اگر ببینیم که این، عرض کنم میخوایم سفر کنیم چه به اروپا یا حالا هرچا، یه هواپا میراید به ارتفاع تقریباً 38000 پایی، به جهت این هست که اونجا اصطکاک کم، هواپیما خیلی راحت‌تر میتونه حرکت بکنه و سوخت کمتری رو بسوزونه، چون ارتفاع پایین‌تر اصطکاک هوا سوخت بیشتری رو طلب می‌کنه، چون یک نیروی اضافی رو هم ما باید خنثی بکنی و اون عرض کنم که مقاومت هواست. اینها ببر این بالا کمتر کمتر میشه و جایی می‌رسیم که دیگه مقاومت هوا نیست و اون می‌تواند آزمایشش رو بیشتر. اینها آزمایش‌ها در عمل نشود، بلکه اینها تات اکسپریمنت هستن، در اندیشه عالم می‌گذرد که چنین چیز آیا مؤثر است یا مؤثر نیست، و بعد شروع بکنه تئوریزه کردن و نوشتن. یکی از کشفیات مهم نیوتن، عرض کردم، تجزیه نور بود. نور رو تجزیه کرد و به رنگ‌های مختلف، تیپ‌های مختلف دید که تبدیل میشه. این نور سفیدی که ما می‌بینیم مجموعی از نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف است که عرض کنم که بر حسب طول موجش به نوعی دیده میشه در چشم ما، به رنگ‌های مختلف قرمز و نارنجی، زرد، سبز، آبی نیلی، بنفش، بعد مادون قرمز و ماورا بنفش خدمتتون توضیح دادم. نیوتن بر این بود که نور از ذرات درست شده است. نیوتن به اتم‌ها معتقد بود، گفت از ذرات ریز درست شده است که پرتاب میشه اینها از منبع نور. هر شبد که یانگ بود، هم عصر نیوتن، او گفت که نور پدیده موجی است و اتفاقا تمام آزمایش ها که کردن تا حدود قرن 20 قبل از کوانتوم وجود بیاد، بیشتر این آزمایشات موجی بودن نور رو به اثبات میرسان. و اینها بر این بودند که برای اینکه این موج، مثل که ما یک سنگ میاندازیم در آب و بعد موج ایجاد میشه تا برسه کنه استخر، آمده بودند و دانشمندان به غلط معتقد شده بودند که به خاطری که نور به ما برسه به طریق موج، بایستی که یک چیز بین این کرات رو پر بکند به نام اتر، E-T-H-E-R، که این سبب میشه، چون اگه وکیوم باشه که منتقل نمیشه، که البته مایکلسون و مورلی در یک آزمایش بسیار بسیار مشهور تاریخی که سرعت نور رو آزمایش کردن،
ثابت کردن که چیزی به نام اتر وجود ندارد و این نور به ما میرسد و آزمایش های گوناگون کردن. این در واقع عرض کنم که این دانشمند بزرگ اسکاتلندی که نامشو بودم در انگلیس کار میکرد، جیمز کلک مکسویل، آمد و او هم نظراتی که داد با موجی بودن نور مطابقت میکرد تا عصر جدید و نظریه فوتوالکتریک آقای اینشتین و کوانتوم که آمد ذره بودن نور به اثبات رسید. برادلی دانشمند مشهور آمد و ثابت کرد که نور زمینی که ذره‌ای است و از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است، اما بعض این ذرات هستن که به صورت موج هستن. یعنی این مناقشه بعد از 300 سال از میان رفت و موضوع طبیعت نور که آیا ذره‌ای هست یا موجی هست برای همیشه حل شد. زمانی که نیوتن آمد و دید که برای یک چیزی که بر حسب زمان حرکت میکنه یا یه پدیده کم میشه یا زیاد میشه و اینها، ریاضیات قدیم مؤثر نیست و این اینتگریشن و دیفرنسیشن رو اختراع کرد، کلکولس رو اختراع کرد، همزمان با او یک دانشمند داریم که راسل در حق او میگوید که او در واقع سوپریم اینتلیکت آف آل تایم بوده به نام لایبنیتز، ویلهلم گوتفرید لایبنیتز، که این مرد اساسا تا 30-40 سالگی با ریاضیات کاری نداشت، ناگهان آمد با تعداد ریاضیدانای فرانسه. البته من نقل قول راسل رو تصحیح کنم، میگوید که لایبنیتز was one of the supreme intellects of all time، که ما یکم مطلقاً گفته یکی از بزرگترین اینتلکت های تاریخ این آقاست که در 40 سالگی آمده است و ریاضی نمیدانسته، در اونجا آمده و اینها رو اختراع کرده. همزمان با یکی دو بار دیگه اشاره کردم، از بس مناقشه قشنگی است و از بس زیبا و هیجان انگیز است، اشکالی هم نداره که بعضی وقت تکرار بشه. گوتفرید لایبنیتز در واقع این مصطلحاتی که ما در ریاضی به کار میبریم در دیفرنسیشن و اینتگریشن از لایبنیتز آلمانی است، و چون آلمانی بود و اون انگلیسی بود و اینا مناقشات داشتن و استقاق منافع شد و این حرفا، بعد هی مناقشات دامه زده شد که میخواست دلش بخواست آلمانی اختراع کرده باشه، اونا گفتن انگلیسی هست. اما به نظر میرسد که هر دو کار کرده بودن. بعض کاغذهای لایبنیتز نشون میداد که اون پیشتر عمل کرده بود. امروز هم این علاماتی که ما در ریاضی کار میکنیم علاماتی است که لایبنیتز بنیاد کرد. لایبنیتز شکایت کرد، چیزهای خیلی بد به نیوتن گفت و نیوتن هم طاقت تحمل شنیدن عقیده مخالف رو مطلق نداشت. با دوستانش بسیار مهربان بود نیوتن، اما با دشمناش بسیار خشن بود. اینها همونطور که پیش از این گفتم، آقای لایبنیتز شکایت کرد به رویال سوسایتی آف لندن که حقش رو بگیره. رئیس هم اونجا آقای نیوتن بود. خب دیگه شما نتیجه کار رو میدونید دیگه، عرض شد که و گفت نه خیر، این کار رو ما اختراع کردیم، اما امروز به نام هر دو هست. اما بیشتر اگر به فرهنگ های انگلیسی مثل بریتانیکا و اینا مراجعه کنید، ببینید که به نام نیوتن هست، که اونا که در واقع گرایش آلمانی دارن اینها، ببینید که به لایبنیتز. ولی حق مطلب این است که هر دوی اینها جدا از هم بدون اینکه کسی از کسی کپی کرده باشه، این دو کار شگفت انگیز رو واقعا امروز هم که شما در عرض کنم که تاریخ ریاضیات بزرگان ریاضی، هم نیوتن جزء بزرگان هست، هم لایبنیتز. حتی میخوام بگم که لایبنیتز وقتی که ده ریاضیدان رو بخوام بگیم، لایبنیتز هست، نیوتن نیست. اما به هر صورت میگن نیوتن کرده است، میگن لایبنیتز کرده، اما هرچه بوده این ابزار بسیار قوی برای حل مسائل امروز در عمل به دست آمد، در حالی که ما مشغول این بودیم که کشمش آیا در پلو حلال هست یا حرام هست، که البته بعض از علما میگفتن تخمیر میشه و در همون لحظه که این خانم کشمش بذاره ممکن است تا دم بکشه آقا نوش جان کنه تخمیر شده، الکل تولید کرده باشه. آقا الکل هم که میدونی حرام است، دروغ چیز خیلی خوبی است، آدم کشی اشکالی نداره، اما الکل خیلی، از الکل فاصله بگیرید، مسکرات است. الله فرموده است که آدم بکشید، آدم فروشی بکنید، اما بعد فروشی اما دست به الکل نزنه، خیلی چیز بدی است. و بعد علما بر این بودن که نمیشود. عرض میکنم که مبالغ زیادی نعلین به سر هم کوبیدند و اینها، نیمکت و لعنین و گوشکوب و اینها که فلان، تا سرانجام یک عالم بزرگی پیدا شد که میشه گفت نیوتن مدرسه چهارباغ اصفهان بود. گفت آقا این کشمش رو سرخ کنی،
کشمش رو تو روغن سرخ میکنیم، میزنیم به پلو نوش جان میکنیم. و این مشکل بزرگ علمی هم در اصفهان حل شد.